سلام عرض میکنم من محمد امین قلامپور سعدی فعال در حوزه مطلب و ابزار دقیق هستم با آموزش ابزار دقیق در مطلب در خدمت شما بزرگواران هستم ما میخوایم عملکردهای مختلف ریاضی پایه و دستورات مختلفی که توی مطلب برای ابزار دقیق نیاز داریم رو با هم دیگه بررسی بکنیم در جلسات آتی ارتباط بین مفاهیم ابزار دقیق رو با مطلب بتونیم پیدا بکنیم من از ورژن 2021 مطلب نسخه ایش استفاده می کنم و شما میتونید حالا از نسخه های متفاوت استفاده بکنید و این توضیحاتی که بهتون میدم برای تمامی ورژن های مختلف مطلب یکسان هستش بنابراین برای این موضوع نیاز به نگرانی نیست و از هر ورژنی که شما روی سیستماتون دارید میتونید استفاده بفرمایید عملکردهای های مختلف ریاضی پایه رو ما میتونیم به عملکردهای های جمع، تفریق، سرب، توان، تقسیم از شب و تقسیم از راست دسته بندی بکنیم. بر فرض مثال من یک پارامتری مثل A مساوی با 3 رو تعریف میکنم و یک پارامتری دیگر رو هم تعریف کنم تحت عنوان B که مقدارش برابر است با دو اگر الان A رو به اضافه یه B بکنم مقدار 5 رو برای من ظاهر میکنم اگر A رو منهای B بکنم برای من یک رو ظاهر میکنم یا اگر A رو ضرب در B بکنم 6 رو برای من ظاهر میکنم و اگر A رو به توان B کنم برای من مقدار 9 رو ظاهر میکنه همینطور که مشاهده میفرمایید مقدار A و B توی قسمت Workspace برای ما ذخیره شدن و مقدار انس هم توی هر لحظه برای ما عوض می شده چرا؟ به خاطر اینکه اسم پارامترها یکسان بوده و نتایجش متفاوت میشه. و از اونجایی که دستورات توی برون مطلب از بالا به پایین و از چپ به راست در حال اجرا شدن هستن نتیجه آخری رو برای ما ظاهر میکنه. یعنی الان انس ها چون همشون یک نوع پارامتر و یک اسم دارن نتیجه آخری رو صرفا برای ما تو ورک سپیس ذخیره میکنن حالا سوال پیش میاد که تفاوت بین این دو تا علامت تقسیم چیه خب ما یه علامتی داریم که در واقع تقسیم از چپ با این نوع نگارش در واقع این تقسیم از چپ یعنی میاد ای رو بر بی تقسیم میکنه یعنی الان ای ما اگر سه هستش بی ما دو هستش میشه سه تقسیم بر 2 یا مقدار نیم رو برای ما ظاهر میکنه اما اگر همین رو بنویسیم ولی علامت تقسیم از راست رو داشته باشیم یعنی B رو بر A تقسیم میکنه و مقدار 66 صدم رو برای ما ظاهر میکنه پس تفاوت بین این علامت های تقسیم هم برای ما مشخص شد نکته مهم این هستش که ما بر فرض مثال برای A مساوی با C یا B مساوی با دو علامت سیمیکالون رو گذاشتیم ولی برای بقیه موارد این رو نگذاشتیم تفاوتش چیه؟ اول از همه اگر ما آن اسکرین کیبورد رو بیاریم علامت سیمی کالون اینجاست یعنی شما از دکمه اینتر دو تا دکمه بیاین سمت چپ به این علامت سیمی کالون میرسیم و اصطلاحا توی فارسی ما بهش میگیم نقطه ویرگول این همون نقطه ویرگول فارسی خودمون در واقع زمانی که ما سیمی کالون میگذاشتیم به این معناست که اون خط رو بستیم و وقتی که اون خط رو بسته باشیم دیگه در واقع هیچ موردی رو برای ما توی کامند ویندو چاپ نمیکنه در صورتی که توی ورکسپی ذخیره شده این به این معنی است که اجرا شده و زمانی که ما سیمیکالون کال دوباره برنامه اجرا میشه اون خط اجرا میشه اما برای ما اون مقدار نتیجه رو چاپ میکنه مثل اینجا که آب اضافه بی رو برای ما چاپ کرده اگر من می اومدم همین آب به اضافه بی رو مینوشتم و در این سیمی کالون میگذاشتم برای من مقدار رو نتیجه رو در واقع نشون میده تو ورک اسپیز. اما نتیجه رو تو کامند ویندو چاپ نمیکنه بنابراین ما تونستیم با استفاده از عملگرهای پایه ریاضی توی مطلب هم یک سری دستورات ساده رو اجرا کنیم مثلا جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و تبا عملگرهای پایه ریاضی ما خب به همین موارد ختم نمیشن زمانی که ما یک بردار داشته باشیم بردار من یک مثال اگه بخوام بزنم این یک برداری هست با هفت درایه بردارهای ما در واقع یک سطر دارن همیشه و هفت و ستون بنابراین یک سایز یک در هفت دارن یعنی یک سطر و هفت ستون یا یک سطر و هشت و ستون در حالت کلی یک سطر و انتا ستون بنابراین تعریف بردار رو اگر ما بخوایم انجام بدیم میگیم یک بردار عبارت است از یک ماتریسی که یک سطر داره و انت ستون حالا حداقل تعداد ستوناش میتونه یه دونه باشه حداکثرش میتونه بی نهایت تو باشه یعنی مثلا یک بردار بر فرض مثال 10 تا ستون داره یک بردار دیگه هزار تا ستون داره بنابراین ها متفاوته عمل های توی این قسمت به این صورت هستن که ما جمع تفریق دات ضرب دات توان و دات تقسیم رو داریم حالا از هر دو نوعش در واقع این علامت دات ضرب دات توان دات تقسیم که میاد به این معنی است که ما میخواییم یک عملیاتی رو به صورت ثابت روی تک به تک درایه های اون بردار انجام بدیم مثلا آ دات ضرب دو یعنی تک به تک درایه ها رو در دو ضرب کنیم یا آدات تقسیم دو یعنی تک به تک این درایه ها رو بر دو تقسیم بکنم همینطور برای زر حالا سوال پیش میاد اگر ما بیام همینطور آرو رو به اضافه دو کنیم چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید الان نتیجه رو سه چهار پنج تا نه یعنی تک به تک درایه ها رو اومده خودش جمع کرده یعنی خود جمع و تفریق بدونی که دات پشت سرشون بیاد همین عمل کرد رو دارن که در واقع تک به تک درایه ها نگر اولی رو با دو جمع کردن دومی رو هم با دو جمع کن سومی سو رو با دو جمع کن و همینطور الا آخر همینطور که قابل مشاهده هستش صفحه کامن ویندوی ما خیلی شلوغ شده بنابراین برای که این رو بتونیم پاکیزه بکنیم میرم از دستور CLC استفاده میکنیم و به خاطر اینکه صفحه ورک اسپیس ما هم یه مقدار شلوغ شده میام از دستور کلیر آل استفاده میکنیم و همینطور که مشاهده شد صفحه ورک اسپیس پاک شد و صفحه کامن ویندو هم دوباره حالا پاک شده بود ولی بله خب چون کلیر آر رو دوباره اجرا کردیم دوباره شروع شده برای من دوباره سی سی رو مینویسیم و کلا پاک میشه دستورات پایه ای که ما از اونها استفاده میکنیم توی این قسمت عبارت هست از SQRT, Log یا Logarit, EXP و Plot دستور SQRT از کلمه square root گرفته میشه یا در واقع همون جذر دوم یا ریشه دوم یعنی اگر ما بیام رادیکال با فرجه دو رو بگیریم انگار اومدیم از دستور SQRT استفاده کردیم بر فرض مثال A رو من 144 تعریف میکنم B رو میام از دستور SQRT استفاده میکنم و در انتهام سیمی کالون رو نمیگذارم الان مقدار رو نگاه بکنیم مقدار ما برای ما ظاهر شد 12 یعنی رادیکال 144 رو گرفت C رو من 36 تعریف میکنم و دی رو SQRT C تعریف میکنم مقدار 6 رو برای ما ظاهر کرد بنابراین ما تونستیم از دستور SQRT استفاده بکنیم و جذرگیری کنیم حالا دستور لوگ چیه؟ لوگ همونطور که از طور ریاضیات هم میدونید لوگاریتمه ولی یه تفاوتی با ریاضیات داره تو ریاضیات خوندیم که هر وقت ما لگاریتم رو مبناش قرار نمیدیم نمی نویسیم منظورمون لگاریتم بر مبنای ده هستش اما توی مطلب هر وقت که مبنا نوشته نمیشه منظور ما بر مبنای نپره یعنی لوگ x در واقع منظور ما ln x هستش خب دیگه چه لگاریتم هایی رو ما داریم و نیازشون داریم لوگ 2 x رو داریم یعنی لگاریتم x بر مبنای 2 logaritme x بر مبنای 10 پس این کلاگاریتمایی است که توی مطلب تعریف شده log x log x 2 یعنی لگاریتم x بر مبنای 2 log x بر مبنای 10 سوال اگر لگاریتم x بر مبنای 7 رو به ما میگفتن چی ما یک سری قوانین داریم بر فرض مثال میگه که اگر شما لگاریتم A رو خواستیم بر مبنای B بنویسیم میتونید تغییر مبنا بدیم. به این صورت که یک مبنای دلخواه رو انتخاب بفرمایید و به این صورت تعریف بکنید. یعنی در واقع من اومدم لگاریتم A رو بر مبنای B میخواستم حساب بکنم و روی مبنای C اومدم نوشتم لگاریتم A بر مبنای C تقسیم بر لگاریتم B بر مبنای C برابر است با لگاریتم A بر مبنای B خب الان که من لگاریتم X بر مبنای 7 رو میخواستم جای X هم حالا عدد بدیم مثلا جای X مثلا بدیم 5 لگاریتم 5 رو بر مبنای 7 میخوام لگاریتم هایی که تعریف شده به این صورته من هم از لوگ X استفاده میکنم که به معنای همون LN X بودش میام میگم خب میشه جای B که ما عدد 7 داریم جای عدد A 5 رو داریم جای C هم عدد نپر که ما گفتیم نمی نویسیمش. پس میشه لگاریتم 5 تقسیم بر لگاریتم 7 و این مقدار رو برای ما ظاهر میکنه حالا اگر از لگاریتم ده هم استفاده کردیم قاعدتا باید همین نتیجه رو میرسیدیم. اگر بر فرض مثال ما بخوایم از لگاریتم ده به جای لوگ استفاده بکنیم چی؟ در واقع به این صورت میشه که اگر ما به جای B عدد 7 رو بگذاریم جای عدد A 5 رو بگذاریم و جای اون C هم 10 رو بگذاریم به این صورت در میاد میشه لوگ 10 5 ما تقسیم بره لگ هفت بر لوگ 7 بر مبنای 10 باز هم به همون نتیجه رسید حالا اگر از لوگاریتم 2 استفاده میکردیم چی؟ میشد B مساوی با 7 A مساوی با 5 و C مساوی با 2 الان چی میشد؟ میشد لگاریتم دو یعنی بیس دو و لگاریتم هفت بر مبنای دو و باز هم نتیجه یکی میشد. پس از هر کدوم از این موارد ما میتونیم سیم استفاده بکنیم. دستور آخرم دستور اکسپوننشیال هستش. دستور اکسپوننشیال همون exp اکس ما توی مطلب و یا همون e یا عدد نپره. یعنی اگر ما exp رو توی مطلب بخوایم بررسی کنیم exp x هستش که در واقع توی ریاضیات ما e به توان x اون رو بررسی می کردیم و بیان می کردیم بنابراین این ای هم همون عدد دو ممیز هفتاد یک صدامی که توی ریاضیات ما میخونیم یا تحت عنوان عدد نپر الان اگر ما exp یک رو بررسی کنیم برای ما دو ممیز هفتاد یک رو نشون خواهد داد و دستور پلات میمونه دستور پلات در واقع دستوری هستش که ما نمودارهای دو رو میخوایم بررسی بکنیم حالا این دستور پلات چطوری استفاده میشه رو ما در جلسات آینده بهتر باش کار میکنیم و با مثالها خدمتون توضیح خواهیم داد. اما ما کلا توی برنامه نویسی مطلب با فضای اسکریپت کار میکنیم. فضای اسکریپت از سربرگ هوم قسمت نیو اسکریپت رو اگر انتخاب بفرمایید صفحه اسکریپت باز میشه. و توی این صفحه توی جلسات مختلف میبینیم که چطوری برون نویسی میکنیم و از عمل ها و دستوراتی که باشون آشنا شدیم بهره خواهیم برد و بهترین نتیجه رو خواهیم گرفت. در ادامه ما میخواهیم یک سری دستورات و در واقع تمارین رو با همدیگه بررسی بکنیم به این منظور که بتونیم بهتر این موارد رو باشون دست و پنجه نرم کنیم تا انشاءالله در ادامه فصل ها و در فصل آینده بتونیم از این موارد استفاده کنیم اولین قسمتی که میخوایم مورد توجه قرار بدیم تشخیص زوج یا فرد بودن یک عدد هست ما میدونیم که اعدادی که زوج هستن بر دو بخش پذیرن یا به عبارتی باقی مانده شون صفر هستش فلزا خب ما از همین مورد استفاده میکنیم پس کلیر آل کلوز آل و سی رو میزنیم سپس یک عددی تحت عنوان پارامتر A با استفاده از دستور اینپوت از کاربر میخوایم وارد کنه و بعد از اون با استفاده از دستور مد میتونیم این کار رو انجام بدیم من میام باقی مونده رو فرض میکنم میشه B و میزنم مود A و دو اگر مود A و دو رو توی قسمت کامن ویندو با هم دیگه بررسی بکنیم مثلا من بزنم مود 4 و دو به من صفر رو نشون میده مود سه و دو قاعدتا باقی مانده سه بر دو میشه یک دیگه و یک رو نشون میده مود پنج و دو مجددا باید یک رو نشون بده مود مثلا 10 و دو باید صفر رو نشون بده پس با استفاده از دستور مود ما میتونیم این باقی مانده رو حساب بکنیم خب پس بی هم شد باقی مانده من که من اینجا براتون می نویسم باقی مانده پس باقی ماندن برای من حساب شد و توی این خط ما باید سیمی کالون داشته باشیم که اشتباه تایپ شده بود حالا اگر بی من مساوی با صفر باشه علامت دوتا مساوی یعنی چی؟ یعنی مقدار بی و صفر رو با هم مقایسه بکن که آیا این دوتا مقدار با هم برابرن یا نه؟ اگر بی مساوی با صفر بود مقایسه شد و مقدار برابری داشتن در این صورت دیسپ زوج پس ما اینجا چی رو به دست میاریم؟ عدد زوج دیگه زوج بودن عدد و در غیر این صورت اگر b غیر از صفر بود دیس اون عدد من چیه فرد خواهد بود و یه اند میگذاریم و تمام بریم با هم دیگران کنیم این مورد رو من سیف بکنم الان از من عدد میخواد مثلا من عدد دوازده رو استفاده میکنم زوج مینویسه خب تا اینجا اوکیه منتها بر اینکه بتونیم کاملتر از این استفاده کنیم بیایم توی حالت سینگل استپ بگذاریم و مرحله به مرحله این رو جلو ببریم وقتی که من روی حالت سینگل استپ میذارم تو مرحله به مرحله جلو بیام خط اول رو برای من فعال میکنه کلیر آل در واقع میاد صفحه ورک اسپیس رو پاک میکنه کلوز آل اگر صفحه خروجی باز هست و میبنده و سی هم صفحه کامند ویندو رو پاک میکنه که این کارها رو انجام داده میرسه به خط دو و الان منتظره که من ورودی بهش بدم مثلا من عدد 15 رو وارد میکنم بعد از اون میاد خط سه رو اجرا میکنه و بی رو محاسبه کرده الان ورک اسپیس رو ببینیم بی شده یک چون بی یک شده میاد میگه که اگر بی من صفر باشه الان بی من یکه و صفر نیست پس از این خط خارج میشه و وارد خط بعدی میشه میگه اگر بی صفر نباشه توی این قسمت توی خط 6 ما همینو داریم دیگه اگر بی من صفر نباشه تا تو این حالت قرار میگیره یا صفر یا صفر نیست خط شیش داره میگه صفر نیست اگه صفر نباشه دیس فرد رو چاپ بکن برای من و فرد رو برای من چاپ کرد پس به همین راحتی ما تونستیم با استفاده از ایف بیام این کار رو انجام بدیم شاید بعضی از دوستان با استفاده از حلقه وایل دوست داشته باشن این رو بنویسن خب هیچ اشکال نداره مجددا ما همین رو با استفاده از حلقه وایل هم می نویسیم. دوباره مجددا اینپوت رو میذاریم برای اینکه عدد رو بتونه کاربر وارد کنه خب این عدد وارد شد بعد از اون میگیم که با استفاده از دستور مد بیاد باقی مانده رو حساب بکنه تا زمانی که حالا اگه بخوایم با وایل بنویسیم بی مخالفه با صفر باشه در این صورت دیسپ فرد و اگر با دوباره وایل دوباره میخوام بنویسم بی مساوی با صفر بود دیسپ زوج هیچ فرقی نمیکنه اینم با استفاده از حلقه وایل هم به همین نتیجه دوباره میرسیم عدد رو وارد میکنم دوازده زوج رو برای من نشون میده فقط یه مشکلی وجود داره مشکلی که برای من وجود داره چون همیشه وقتی مثلا من یک عدد فرد یا زوج وارد میکنم همواره این شرایط درست هستند این خط پنج یا خط هشت رو همینطور اجرا میکنه برای که این مشکل رو برطرف کنیم و از بین ببریم چیکار می‌کنیم؟ کافی است که توی خط بعد یه بریک بنویسیم یا همینطور اینجا اگر ببینیم چه اتفاقی میفته مثلا 15 فرد رو نشون داد 16 زوج رو نشون داد 18 زوج رو نشون داد در واقع این بریک باعث میشه که اگر فرد رو چاپ کرد خود به خود حلقه رو بشکنیم به خاطر خط 6 و از این حلقه بیرون بیاد یا اگر وارد این حلقه شده بودیم خط نه رو که اجرا کرد بریک رو اجرا میکنه و از این حلقه خود به خود خارج میشه بنابراین با حلقه وایل هم میشه همچین چیزی رو نوشت ولی من پیشنهاد میکنم به خاطر اصولی بودن این ایفه و السه میتونید از این رو استفاده بکنید که نیاز به استفاده از دستور بریک نداشته باشیم ولی در کل این روند هم یک روند کاملا صحیح هستش و هیچ مشکلی هم نداره در ادامه قصد داریم که به یک مثال حل کنیم تحت این عنوان که فرض کنید که میخوایم بیایم با استفاده از ذرایع به یک معادله درجه دوم مجهولات اون رو با هم دیگه حساب بکنیم به این صورت خواهد بود که ما اول فرم استاندارد معادله رو ببینیم ax2 به اضافه bx به اضافه c مساوی با صفر پس من باید با استفاده از دستور اینپوت این مقادیر a و b و c رو بگیرم خب a میشه اینپوت اینتر a ای بی input اینتر بی و در انتها سی هم اینپوت اینتر سی حالا ما با استفاده از تعریف دلتا میتونیم مشخص کنیم که این مدل یک جواب داره دو جواب داره بر فرض مثال من میام چیکار میکنم تعریف دلتا رو اول بنویسم دلتا من میشه بی دو منهای چهار تا آسی البته گذاشتم پرانتز دوم اجباری نیست ولی اگه بگذاریم بهتره من میدونم که اگر دلتای من بزرگتر از صفر باشه دو تا پاسخ خواهم داشت x که من برابر خواهد بود با منفی b منهای رادیکال دلتا تقسیم بر دو a در واقع من دارم چه چیزی رو مینویسم این همون منفی B منهای منها و مثبت رادیکال B دو منهای 4 تقسیم بر دو A هستش که داریم مینویسیم و x2 منم هم همون x1 که با این تفاوت که به جای منفی ما این دفعه مثبت داریم بین منفی B بی و رادیکال دلتا و در نهایت دیست کن x1 و همچنین دیست کن x2 رو حالا اگر اومدیم و دلتامون کمتر از صفر بود در این صورت هیچ پاسخ توی اعداد حقیقی ندارم دیگه پس می نات not answer. و اگر حالت دلتا مساوی با صفر بود چی؟ خب اگر این حالت بود فقط و فقط یک جواب دارم دیگه رادیکال دلتا میشه صفر به خاطر اینکه دلتا صفره و حاصل میشه منفی بی تقسیم بر دو A و همین مقدار رو برای من دیسپ کنه دیسپ x1 الان بریم این رو با هم دیگه ذخیره کنیم و رانش بگیریم ببینیم به چی میرسیم عدد A رو یک وارد میکنم B2 C3 not answer الان دلتای من قاعدتا شده کمتر از صفر دیگه ببینیم آیا درسته یا نه B2 میشه 4 منهای 4 AC منهای 12 میشه منفی و کاملا درسته حالا بریم یکی دیگر ما هم وارد کنیم مثلا ران کنیم عدد مثلا 5 15 و مثلا دو خوبه خب الان دلتای من شد 185 و دو تا جواب داره و دو تا حاصل رو برای من اینجا نشون داده مقدار x1 و مقدار x2 و کاملا هم درسته. سوال پیش میاد آیا فقط ما با استفاده از سه تا اینپوت میتونیم این کار رو کنیم و مقادیر a و b و c رو بگیریم نه راه مختلفی داره که یکی دیگه از راه این هستش که ما بیام با استفاده از حلقه فور این کار رو انجام بدیم و با استفاده از حلقه فور ما اگه بخوایم بنویسیم چه اتفاقی میفته میگیم آی مساوی با 1 تا 3 فرض میکنیم که میخوایم 3 تا عدد بگیریم a1 a پرانتز 1 پرانتز 2 و a پرانتز 3 پس مینویسم اینپوت اینتر انام با استفاده از این راه من دارم انگار سه تا عدد رو میگیرم چون سه تا عدد میگیرم a1 آ a2 آ و a3 اینجا تعریف میکنم ای من برابر است با a1 بی من برابر است با a2 و همچنین سی من برابر است با ای سه الان بریم با همین رو ران کنیم ببینیم نتایجش فرق میکنه مرحله قبل من اعداد 5 15 و 2 رو وارد کردم پس همین رو وارد میکنم 5 15 و 2 یه ارور از من گرفت اروری که از من گرفته چیه توی خط 9 یعنی این خط برای من ارور ایجاد شده خب دلیلش هم به خاطر این هستش که من اینجا اومدم و از دو تا پارامتر یکسان استفاده کردم یعنی گفتم a من برابر است با a 1 برای اینکه این مشکل حل بشه کافی است که اینو تبدیلش کنم به a بزرگ در این صورت اینجا هم دوباره تبدیل می‌کنم به a ای بزرگ این موارد هم به a بزرگ تبدیل بشن اگه ما این کارو انجام بدیم حاصل ما درست خواهد شد یه بار دیگه ران کنیم مقادیری که وارد کردیم 5 بود 15 و 2 باز هم همون نتایج قبلی برای ما واصل شد فقط یه نکته برای ما اینجا های زهمیته نکته که برای ما اینجا های زهمیت اینه که instrument if و else if یعنی در واقع if رو اگه نگاه بکنید یه ساختار کلی داره اگزمپل دو رو با هم ببینیم و اگزمپل یک رو توی اگزمپل یک اگه نگاه بکنید من اومدم برای همشون که از ساختار شرطی استفاده کردم با یه ایف شروع کردم و با یه اند تموم شده دوباره اینجا با یه ایف شروع شده و با یک اند تموم شده خب جلوی ایف من اومدم یک شرط گذاشتم که کلید وارد شدن به دستورات بعدش همین شرط است یعنی اگر این شرط درست باشه وارد خط پنج میشه دوباره اینجا ببینیم اینجا اگر این شرط درست باشه وارد این چند خط میشه پس این مرحله اول توی مرحله بعد از اون دیگه من از else if استفاده کردم اگر من مرحله اول ایف استفاده کنم مرحله دوم else if استفاده کنم دوباره شرط دارم دوباره اگه یه مرحله دیگه میخواستم داشته باشم از else if استفاده میکردم اما مرحله آخر رو به خاطر که حالت کلی و حالت استانداردی که خود مطلب برای ما تعریف کرده دیگه else استفاده میکنیم پس شد اول از همه if بعد از اون else if بعد از اون دوباره else if چندین بار استفاده میکنیم و مرحله آخر else میگذاریم و جلوی else ما نیازی نیست که شرطی بنویسیم چون خودش همه حالت رو بررسی میکنه یعنی در واقع برای مرحله else ما داریم میگیم اگر حالت قبلی نبود توی این حالت یا تو ریاضیات ما این حالت قبلی نبود رو otherwise استفاده کردیم اگر دوباره توی این اگزمپل یک نگاه کنید B مساوی با صفر برای حالت اول در نظر گرفتن تو حالتی که حالت قبلی نباشه یعنی B مخالف با صفر باشه دیگه شرطی من جلوی اینجا ننوشتم بیم به عنوان مثال یک تابع دیگر تعریف کنیم تابع چند زابطه ای تابع چند زابطه ای به چه صورته؟ من میخوام بیام یه اکسی رو از کاربر بگیرم اینتر ا ای بر فرض مثال میخوام بگم که اگر x من بزرگتر از صفر بود مقدار وای من برابر بشه با یک میبینی توی مرحله بعدی از السیف استفاده کردم اگر x من کمتر از صفر بود وای من بشه منفی یک پس ما دیدیم که توی مرحله دوم از السیف استفاده کردیم و توی مرحله آخر دیگه نیاز, نیاز نیست که شرط براش بگذاریم و اگر x من مساوی با صفر باشه که این شرط رو کامنت کردیم یعنی اصلا را نمیشه خروجی من بشه صفر در این صورت یه اندم بگذاریم و ران بگیریم مقدار خروجی رو با هم دیگه ببینیم اینتر نامبر مثلا 5 خب وقتی که 5 با یه من میشه 1 بریم بعدی 6 1. یعنی چه اتفاقی میفته بریم مرحله با مرحله استبا استب بریم جلو خط دو رو اجرا میکنه یک مقدار ورودی میخواد مثلا 15 میاد نگاه میکنه میگه که, که اگر x من بزرگتر از صفر باشه 15 بزرگتر از صفر هست خب میگه اگه x من بزرگتر از صفر وای من رو بکن یک که همچین کاری رو کرد و دیگه به سراغ بقی مراحل نمیره حالا بریم مرحله بعد x من میدم صفر میاد میگه که, که خب x من که بزرگتر از صفر نیست پس وارد خط 4 نمیشه کلید ورود به خط 4 رو من نداره میاد خط پنج رو چک میکنه میگه که اگر x من کمتر از صفر باشه میبینی که بله x من کمتر از صفر نیست یه مرحله میره جلوتر میگه که خب وقتی این شرایط قبلی نباشه آدر دیگه پس وارد این خط میشه و مقدار وای رو میکنه صفر یه بار دیگه وارد بشیم این بار مقدارش رو منفی 100 میدم میاد میگه که خب x من که بزرگتر از صفر نیست پس وارد خط 4 نمیشه وارد خط 5 میشه میبینی که x من کمتر از صفر هست و مقدار وای رو میکنه منفی یک و دیگه وارد بقیه خطوط نخواهد شد پس با استفاده از این دستور ما تونستیم یک تابع چند زابطه ای رو بنویسیم این تابع چند ای همون توابع چند ضابطه ای هستن که توی ریاضیات دوره دبیرستان هم با اونها سر و کار داشتیم